حسن روحانی بعد از کنارگیری سه وزیر دولت خود جانشین‌های موقت را به جای آنها منصوب کرده است. در همین رابطه همکارم آرش سیگارچی در استودیو با ماست. آرش، تغییرات کابینه برای چی بوده؟ علی، بحث های متفاوتی هست. آنچه که ما میدونیم در این هفته بالاخره ماجرای جابجایی ها در کابینه آقای روحانی نهایی شد، به طوری که اعلام شد سه وزیر کابینه، آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش پرورش، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد و محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، استعفای خودشون رو اعلام کردن. و بعد از این آقای روحانی سه نفر رو به عنوان سرپرست موقت، یعنی محمد بتایی برای آموزش پرورش، عباس صالحی برای فرهنگ و ارشاد و نصرالله سجادی رو به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. در حال حاضر تو ایران دو تا بحث مطرح هست. برخی میگن که این تغییرات در راستای ترمیم کابینه است. میدونیم که کابینه آقای روحانی 10 ماه دیگر سر کار خواهد بود، به خاطر اینکه اردیبهشت ماه انتخابات برگزار میشه، دوره بعد ریاست جمهوری. اگر آقای روحانی انتخاب نشه، طبیعتاً تا حدود مرداد ما دولتش تمام خواهد شد. برخی میگن نه، این احتمال نیست، به خاطر این 8-9 ماه چرا ایشون تغییرات ایجاد کرده، به خصوص که وزارتخانه‌های کلیدی مثل وزارت کشور و وزارتخانه‌های امنیتی نیستن. برای همین این عده استدلال میکنن که این برمیگرده به فشارهایی که به دولت بود. به طور مشخص آقای جنتی به خاطر بحث برگزاری کنسرت ها در شهرهایی مثل مشهد، قم تحت فشار بود. دیدیم در ماه‌های اخیر که نظرش حتی با آقای روحانی فرق میکنه و بعضا اختلافشون علنی شده بود. به همین دلیل این دوتا بحثی هست که درباره تغییرات کابینه مطرحه. بسیار خب، حالا چه کسایی معرفی شدن؟ چه کسایی رو در نظر گرفتن؟ اشاره کردم، بتایی، عباس صالحی و نصرالله سجادی که عمدتا معاونین فعلی اینا سرپرست ها هستن که طبق قانون تا 90 روز میتونن عهده‌دار امور وزارتخونه باشن، اما گمان زنی هایی داری میشه، به خصوص اینکه محمد علی نجفی که خود ایشون سابقه سالها وزارت علوم و آموزش پرورش رو داره به عنوان وزیر احتمالی پیشنهادی برای آموزش پرورش مطرح اسمش، خودش هم اینو تایید کرده. و میدونیم آقای نجفی پیش از این معرفی شده بود در کابینه آقای روحانی، اما مجلس قبل که اکثریت اصولگرا داشتن به ایشون رأی ندادن، گفتن ایشون از نزدیکان مهدی کروبی تو انتخابات 88 بوده. از آقای فخرالدین احمدی آشتیانی هم یاد میشه که میدونیم که آقای آشتیانی گزینه‌ای بود برای وزارت علوم وقتی که رضا فرجی دانا استیضاح شده بود و ایشون هم نتونست از اون مجلس رأی بیاره، اما میگن الان ترکیب مجلس به طوریه که شاید ایشون رأی بیاره. دو گزینه دیگه هم ازشون نام برده میشه. از آقای مسعود سلطانی فر نام برده میشه که در حال حاضر ریاست سازمان میراث فرهنگی رو بر عهده داره، قبلا عضو شورای شهر تهران بوده، خیلی خودش هم دلش میخواد که وزیر ورزش بشه. حالا باید ببینیم که آیا معرفی میشه برای این سمت. و از آقای صالحی امیری که در حال حاضر معاون جنتی بوده در وزارت فرهنگ و ارشاد و گفته میشه که احتمالاً گزینه نهایی هست برای وزارت فرهنگ و ارشاد، به این خاطر میگن که ایشون خودش به هر حال تحصیلات حوزوی داشته، تو حوزه علمی درس خونده، دکترای فلسفه داره. و برخی میگن که اگه ایشون انتخاب بشه به نوعی چالش های آقای روحانی با محافظه‌کاران کم میشه. سپاسگزارم آرش سیگارچی از توضیحاتی که دادید.